هنوز 4 ماه از سال جاری خورشیدی را پشت سر نگذشتانده ایم. اما در این 4 ماه شاهد 6 بار سقوط ولسوالی های افغانستان به دست شورشیان در نقاط و ولایات مختلف افغانستان بوده ایم. جرایم خرد و بزرگ دیگر مانند اختطاف، قتل و دزدی و تجاوز هم در سراسر افغانستان به ویژه شهر کابل به شدت افزایش یافته است. اما در این حال رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان در 6 ماه آینده خبر میده. یعنی وضعیت بدتر از این و روزهای بدتر از این در انتظار افغانستان خواهد بود. در برنامه کنونی آماج روی همین موضوع بحث خواهیم کرد و در پی یافتن پاسخ به این پرسش ها هستیم. اگر وضعیت بدتر از این شود، آیا بقای نظام زیر پرسش نخواهد بود؟ در صورتی که امنیت ملی افغانستان از تحرکات دشمن میداند، نقششان در مهار این تحرکات چه بوده است؟ و در فرجام هم، چرا نیروهای دولتی افغانستان ابتکار عمل جنگ با شورشیان را در دست ندارند و همواره عکس العملی برخورد میکنند؟ من میرویس آریا هستم، میزبان امشب آماج. مهمانان ما در برنامه کنونی آقای احمد سعیدی، استاد دانشگاه، و آقای صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان هستند و تا لحظات دیگه هم آقای نثار احمد غوریانی، عضو مجلس نمایندگان با ما خواهند پیوست. مهمانان عزیز، سپاسگزار هستم از حضورتان. آقای صدیقی، اجازه بدن نخستین پرسش را از شما داشته باشیم. ما در سال جاری خورشیدی که در ماه 4 هستیم شاهد سقوط 6 ولسوالی بودیم که خوشبختانه شمار از اینا هم دوباره و اکثریتشان پس به دست نیروهای دولتی افتیدن. اما رئیس امنیتی ملی میگه که وضعیت بدتر از این هم میشه. این وضعیت وقتی بدتر از این میشه به چی معنا است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استاد نهایت گرامی و شما و بیننده محترم شما احترامات خود تقدیم میکنم. امسال ما با موجی از تهدیدات و مشکلات و چالش هایی که فرارای امنیت افغانستان است روبرو هستیم. چند دلیل داره، دلایل متعدد داره که چرا ما امروز با همچه یک وضعیت روبرو هستیم. اما در مجموع وضعیت اولی که وضعیت منطقه هم تغییر کرده و جناب استاد حتما روی ازو بحثای خود داشته، ما در قسمت در بود امنیتی با یک بارگی ما مسئولیت کامل امنیت کشور در 2015 به دست گرفتیم. یعنی 2014 وقتی نیروهای ناتو از افغانستان خارج شد، این مسئولیت ها همش به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شد، به خصوص مسئولیت هایی که توسط 10,000 نیروهای امنیتی خارجی یا ناتو با تمام امکانات و تجهیزات که در اختیار خود داشتن ای به ما سپرده شد. طبعا برای نیروهای امنیتی افغانستان یک تجربه کاملا نو که با مغلق ترین نوع تهدیدات باید مبارزه بکنه و در این زمان در چند جای مختلف کشور باید همو خالیگاه ها و جای پای تحرکات نیروهای خارجی را پر بکنه و امکانات را کنه در اختیار خود داشتن، همش باعث یک چالش است. یعنی همه اینا باعث یعنی یک تجربه کاملا جدید و چالش های بسیار و وظایف بسیار سنگین است که نیروهای امنیتی افغانستان به دوش گرفت. یک دلیل دیگر هم خدمت شما عرض میکنم با استفاده از فرصت که اگر شما باید داشته باشین، سال گذشته در آغاز 2014 نظامیان پاکستان یک عملیات را در وزیرستان ها به منظور سرکوب دشمنان و تروریست ها به اصطلاح بیانیه خودشان را اندازی کردند. این عملیات ها متاسفانه در وزیرستان ها سبب این شد یا فرصت فراهم کرد برای شمار زیادی از تروریست های خارجی و که مربوط گروپ های منطقه‌ای توریستی منطقه‌ای بودن که داخل افغانستان شود و اینا همشان در تبانی با طالبا به این هدف که نیروهای امنیتی افغانستان تنها مانده و ناتو نیست داخل افغانستان شدن تا بر خود قلمرو ایجاد بکنه. از این خاطر هم شما دیدین که بالای بعضی از ولسوالی ها فشار زیاد وارد شد. اما این ولسوالی ها را ما به گونه موقت از دست دادیم، ما پس تانستیم که دوباره بگیریم. در قسمت سقوط ولسوالی ها و دوباره گرفتنش یک پرسش مطرح میشه. بدون شک در مورد حمله دشمن برای ولسوالی ها، چون یک حمله فردی و یک گروه کوچک نبوده، اطلاعات استخباراتی از قبل موجود بوده. میخوای میره بپرسم وقتی اطلاعات استخباراتی از قبل موجود بود، چرا ما منتظر ماندیم تا سقوط ولسوالی که در
بدون شک پس از سقوط ولسوالی تلفات انسانی و خسارات مالی هم به بار می آید. ممکن است اسنادا به آتش کشیده شوند، تعمیرها به آتش کشیده شوند و ایران شوند. این همه چیز را ببینیم و دوباره بعد از چند روز پس اونجا را بگیریم. مشکل در کجا است؟ خب مشکل در افزایش تهدیدات است، مشکل در افزایش تحرکات دشمن است و مشکل در این است که بعضی از نقاط را که یعنی ولسوالی‌های ما هست، اونا با یک مقدار آسیب پذیری روبرو بودن و چالش هایی بودن در بعضی از نقاط کشور که باعثی شده تا مخالفین از اون فرصت ها استفاده بکنن و دست به حمله بزنن. یعنی مسئله اطلاعات و موجودیت اطلاعات استخباراتی از نقاط که اوجه آسیب است، تهدید است، طبعا این میار این رحم نتی افغانستان این شریک ساخته میشه. اما در عین زمان شما نیاز به ظرفیت های بسیار کامل دارین که در هر نقطه یا بخصوص در نقاط که اوجه تهدید احساس میشه امو ابتکار عمل موجود باشه و بتانیم که موجود را حفظ بکنیم. یعنی من مثال شبه وجود نداره. مثال شبه میارم بطور مثال در نقاط زیاد یا چند ولایت که نوجه تهدید حس میشه یا اطلاعات مبنی بر تهدید است، ما آمادگی خود داریم، آمادگی گرفته میشه و اون نقاط حفظ میشه. اما در بعض نقاط وقتی که ولسوالی با یک موجی از حمله ها روبرو میشه و یا دشمن متوجه بعض نقاط میشه، این طبعا بخش از چالش هایش که نوزم روی زکار صورت باید بگیره. من آقای صدیقی یک مثال میتونم. ولسوالی یمگان بدخشان هم چند وقت پیش شاهد سقوطش بودیم. مسئولین محلی این ولسوالی و مسئولین محلی ولایت بدخشان از چندین روز پیش از سقوط ولسوالی فریاد داشتن که ما در خطر هستیم و ولسوالی یمگان شدیداً زیر تهدید و زیر خطر هست. اما این ولسوالی سقوط کرد. در دشت ارچی و چاردره هم تا جایی را همین مورد را داشتیم. برعلاوه معلومات استخباراتی از طرف امنیت ملی، خود مقامات محلی هم از این امر خبر داده بودند. چرا امون نیرویی که در پسگیری این ولسوالی ها به کار رفت و آمادگی به کار رفت، به خاطر حفظش پیش از سقوط به کار نرفت؟ خب برای جا با جا کردن قوت ها، موجودیت قوت در کجا بر اساس کدام برنامه، این بخش از کارهای است که نیروهای امنیتی افغانستان از چند سال به این طرف ریزو کار کرده. اما امسال ما با تهدیدات متفاوت و افزایش تهدیدات روبرو شدیم. یک مقدار نیاز ما فرصت های بیشتر نیاز داشتیم که در کجا از کدام امکانات خود کار بگیریم که از یک طرف تعداد و یا شمار نیروهای ما بیشتر باشه، از طرف دیگه ما بتونیم که همون سرعت عمل در پاسخگی یک عمل داشته باشیم. این بخش از چالش هایی است که نه تنها امروز بلکه از چند سال به این طرف به شدت روی از کار صورت میگیره و نیاز به تلاش های بسیار زیاد دارن. نیاز به ایست که ما بتونیم چگونه تهدید یا موجودیت توریست ها در نقاط مختلف و از نقطه نظر جغرافیا در جنوب، در شمال شرق، در غرب بتانیم که همزمان مهار کرده بتانیم. یعنی در اکثریت موارد اطلاعات که وجود داره می ظرفیت ها استفاده میشه برای محافظت نقاط ولسوالی ها. اما اگر شما 374 ولسوالی با صحبت میکنین و 6 یا 4 ولسوالی که دوباره پس گرفته میشه، این هنوز هم به اون پیمانه نیست که بتانه ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان از زیر سوال ببره. بله، تشکر از شما.